سرخط خبرها. پایان محکومیت شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران. نازنین زاغری پس از حدود 5 سال آزاد شد، اما پرونده اتهام جدید او هنوز باز است. تایید وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت راه حل سیاسی فوری برای افغانستان. بلینکن در نامه‌ای به اشرف غنی نشست قدرت‌های منطقه را پیشنهاد کرد. اعتراض بازنشستگان به وضع معیشتشان در 20 شهر ایران. تجمع در تهران با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. و بازدید رهبر کاتولیک‌های جهان از موسل. پاپ فرانسیس در خرابه کلیسای جامع شهر برای قربانیان حمله داعش دعا کرد. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که از حدود 5 سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی زندانی بوده، امروز با پایان دوره محکومیتش آزاد شد. حجت کرمانی، وکیل او، گفته قرار است دادگاه ادامه رسیدگی به اتهام جدید خانم زاغری که تبلیغ علیه نظام است، یک هفته دیگر برگزار شود. پرونده‌ای که بازگشت او نزد خانواده‌اش در بریتانیا را با ابهام روبرو کرده. مینا جوشغانی گزارش می‌دهد. روز شماری برای دیدار با مادر. زندگی گابریلا و خانواده‌اش از 5 سال پیش در اینجا عوض شد. فرودگاه امام خمینی تهران. این تصاویری است که تلویزیون ایران از لحظه بازداشت نازنین زاغری ردکلیف توسط ماموران سپاه پاسداران پیش از سوار شدن به هواپیما برای بازگشت به بریتانیا در فروردین سال 95 منتشر کرد. شهروند ایرانی بریتانیایی که به اتهام جاسوسی در یک دادگاه محرمانه به 5 سال حبس محکوم شد. البته خود او این اتهام را از اساس رد کرده. از روزی که ریچارد همسرش برای آخرین بار او و گابریلا را به فرودگاه برد تا برای تعطیلات عید به دیدار خانواده‌اش در ایران بروند، 1800 روز می گذرد. از جمله 8 ماه حبس انفرادی، بازجویی‌های طولانی با چشم بند، اعتصاب قضا در اعتراض به کمبود خدمات پزشکی و دوری از خانواده. خانم زاغری که در پی شیوع کرونا از زندان مرخص شد، تحت نظر ماموران و با پابند الکترونیکی به سر می برد. او امروز آخرین روز محکومیت رسمیش را در خانه مادر و پدرش سپری کرد. قرار مامان بیاد خونه؟ آره، قرار این بود. اما واقعا میاد؟ راستش مطمئن نیستم. تداوم آزادی خانم زاغری قطعی نیست، چرا که به گفته وکیلش حجت کرمانی، او باید برای رسیدگی به اتهام جدیدش یک هفته دیگر به دادگاه انقلاب مراجعه کند. نازنین زاغری اواسط پاییز گذشته و تنها 6 ماه به پایان دوران محکومیتش دوباره محاکمه شد. این بار به اتهام تبلیغ علیه نظام. همسرش گفت شواهدی که برای این اتهام ارائه شد همان شواهدی بود که سال 95 ارائه کرده بودند. دولت بریتانیا تشکیل پرونده جدید علیه خانم زاغری را اقدامی وحشتناک توصیف کرد و خواستار آزادی او شد. بسیاری از ناظران از جمله ریچارد همسر نازنین بر این باور بودند که بازگشت او نزد خانواده‌اش در بریتانیا در ازای پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران در ازای خرید تانک‌های چیفتن میسر است. معامله‌ای که در دوران پهلوی صورت گرفت ولی بعد از انقلاب اکثر تانک‌ها تحویل داده نشد. ریچارد معتقد است که تا آن بدهی پرداخت نشود، نازنین در ایران به گفته او گروگان نگه داشته خواهد شد. به خاطر دیپلماسی دولت ترجیح میده با این صراحت اظهار نظر نکنه، اما درباره این موضوع باید با صراحت صحبت بشه، چون عده بازداشت ها داره بیشتر و بیشتر میشه و دلیلش اینه که دیپلماسی گروگانگیری به چالش کشیده نشده. با وجود کارزار گسترده و تلاش خستگی ناپذیر ریچارد برای آزادی همسرش، هنوز نه بریتانیا برای پرداخت بدهی اقدامی کرده و نه پرونده نازنین بسته شده. در این میان سهم نازنین زاغری و خانواده‌اش به جز این تماس‌های تصویری تا به حال 5 سال جدایی و رنج بوده و بس. مینا جوشغانی، بی بی سی. ما
محمد حسین آقاسی، وکیل پایه 1 دادگستری از تهران با ما هستن. آقای آقاسی، همسر خانم زاغری گفتن که این اتهام دومی که مطرح شده، تبلیغ علیه نظام، اتهامی بوده که در همون پرونده اول بهش رسیدگی شده بوده. چطور میشه که الان بعد از سپری شدن دوران محکومیت برای پرونده اول دوباره چنین اتهامی بیرون کشیده میشه، پرونده جدیدی براش تشکیل میشه؟ به نظر حقوقدان ها، از جمله منم طرفدار این نظر هستم، که این پرونده صرفا پرونده قضایی نیست. عنایت بفرمایید که در ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم قبل از اینکه در اردیبهشت امسال اصلاح بشه، هم الان هر دو بندی وجود داره که به موجب آن اگر که کسی بیش از یک جرم مرتکب شد و حتی تا سه جرم مختلف مرتکب شد، باید حد اکثر مجازات را برای مرتکب در نظر گرفته بشه و یکی از اون مجازات ها اعمال بشه. بارها در پرونده های امنیتی و یا بهتر بگیم سیاسی این مسائل رو ما مطرح کردیم، عنوان کردیم و عمل هم شده. از زمانی که خانم نازنین بازداشت شده، جرم دیگه مرتکب نشده. ظاهرا خانم زاغری در سال 88 جلوی سفارت ایران توی تجمعی بوده که صورت گرفته. این عمل رو از نظر قانون بهش میگن که فعالیت تبلیغی علیه نظام، و به استناد همون هم ظاهرا مجازات اولیه تعیین شده تحت عنوان شرکت در جمعیت و دسته‌ای که فعالیت میکنن بر علیه امنیت کشور، و باید یک مجازات ایشون متحمل میشد، اون مجازات ترشد رو که متحمل شده دیگه، جرم دیگری که بعد از دستگیری مرتکب نشده. خب حالا الان که ایشون این دوره محکومیتش رو طی کرده و به خاطرش فعلا آزاد شده، یه پرونده دیگه اما در جریان و قراره که جلسه دادگاه تشکیل بشه، آیا ممنوع الخروج بودن همچنانی ایشون قانونی هست در این شرایط؟ به موجب قانون اگر که کسی وثیقه داشته باشه برای آزادی یا سند مثلا گذاشته باشه، دیگه باید اون ممنوع خروجی برطرف بشه، مگر اینکه در محکومیتی که قبلا داشته به عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی برای متهم مجازات عدم خروج از کشور هم تعیین شده باشه، و بنابراین اگر چنین چیزی باشه متاسفانه باید اون ممنوعیت هم در موردش اعمال بشه. ممنونم ازتون، محمد حسین آقاسی، وکیل پایه 1 دادگستری از تهران. چند خبر کوتاه. وزیر خارجه ایرلند که به ایران سفر کرده، امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. سایمون کوونی در این دیدار گفت که ایرلند تمام تلاش خود را برای حفظ برجام انجام خواهد داد. حسن روحانی هم برآمدگی ایران برای انجام تعهداتش در برجام در صورت لغو تحریم‌های آمریکا تاکید کرد. ایرلند تسهیل کننده شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجرای برجام است. وزیر دفاع ایران میگوید که اگر اسرائیل به این کشور حمله نظامی کند، تل آویو و حیفا با خاک یکسان خواهند شد. تهدیدی که رهبر جمهوری اسلامی چند سال پیش مطرح کرده بود. امیر حاتمی گفته که این تهدید تبدیل به طرح شده و اگر آیت الله خامنه ای دستور بدهد اجرا خواهد شد. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل 3 روز پیش گفت که اگر جامعه بین المللی نتواند جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد، اسرائیل دست به کار خواهد شد. ایران همواره اتهام تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده. در ایران رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگوید که شرکت نکردن این کشور در مراحل تحقیقات بین المللی برای تولید واکسن کرونا باعث شده که از خرید واکسن عقب بماند. مصطفی قانعی گفته که شرکت‌های تولید کننده واکسن تعهد داده بودند مقدار زیادی واکسن به کشورهای همکاری کننده در فاز مطالعاتی بدهند و بعضی از کشورهای همسایه ایران با مشارکت در این مطالعات توانستند سهمیه واکسن دریافت کنند. او همچنین گفت که تا اواخر بهار سال آینده مراحل تولید واکسن داخلی به پایان نمی‌رسد. پاپ فرانسیس در سومین روز سفرش به عراق در استادیومی در اربیل در میان هزاران نفر از مسیحیان این کشور
مراسم نیایش به جا آورد. قبل از آن رهبر کاتولیکای جهان در شهر موسل که در دوران جنگ با داعش تا حدود زیادی تخریب شد، در کنار خرابه کلیسای جامع شهر برای قربانیان جنگ دعا کرد. سفر او به اقلیم کردستان و سایر مناطق شمال عراق که در زمان جنگ بیشترین آسیب‌ها را دیده، موجی از شادی و امید در این مناطق ایجاز کرد. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از پاپ فرانسیس و برگزاری مراسم نیایش در استادیومی در اربیل عراق. آنچه گذشت رو ببینیم در گزارشی از کسرونجی. در شهرک عمدتاً مسیحی نشین قرقوش، در آفتاب ملایم زمستانی، روزی عالی برای از نو زیستن، روزی که پاپ برای دیدن همکیشانش به این منطقه جنگ زده آمد، به این کلیسا، کلیسای بزرگ شهر که داعشی ها آن را میدان مشق تیراندازی کرده بودند. پاپ علی‌رغم خطرات و همه‌گیری کووید مصمم بود که به اینجا بیاید برای تسلی دادن به این مسیحیان عراق که در دوران اشغال این شهرک و مناطق اطراف شدیدترین آسیب ها را دیدند. خیلی از آنها باید بین مرگ و اسلام یکی را انتخاب می‌کردند. هزاران نفر کشته شدند. صدها هزار نفر از خانه‌هایشان و شهرهایشان فرار کردند. پاپ اینجا به حاضران گفت می‌داند که روزهایی بوده که ایمان‌ها سوس شد و این تصور به وجود آمد که خدا شماها را فراموش کرده. امیدتان را از دست ندهید. مسیح با شماست. و روزی خداوند صلح را به این سرزمین می آورد. به او اطمینان داریم. در کنار آنهایی که امیدشان را از دست ندادن می ایستیم و به جنگ و سوء استفاده از مذهب می گوییم نه. هفتاد کیلومتر آن طرفتر در بزرگترین شهر عراق موسل، امروز روز شادی و رقص در خیابان بود. در میان نشانه های تاریک و تکان دهنده از گذشته، در میان خرابی کلیسای بزرگ شهر، شهری که 3 سال بعد از خروج داعش هنوز تلی از خراب است، پاپ اینجا برای قربانیان جنگ دعا کرد و به سخنان کشیشی گوش کرد که به او گفت در 10 ژوئن 2014 با 500 خانواده مسیحی فرار کرد. تخاف العوده. او گفت اکثر آنها حالا به خارج مهاجرت کردند و بعضی دیگر هم به علت ناامنی برنگشتند. او گفت حالا تنها 70 خانواده مسیحی در این شهر زندگی میکنند، در شهری که 2 میلیون جمعیت داشت. امروز دوباره باید بر باورهایمان تاکید کنیم که برادری بر برادرکشی برتری دارد، اینکه امید قوی تر از نفرت و اینکه صلح از جنگ برتر است. تخمین زده می شود که از حدود 1.5 میلیون جمعیت مسیحی کشور حالا فقط چند صد هزار نفر باقی ماندند. یکی از بزرگترین برنامه های امروز پاپ برگزاری عشای ربانی است در استادیوم بزرگ اربیل. ده ها هزار نفر به دلایل امنیتی از قبل برای حضور در این استادیوم نام نویسی کردند. پاپ با سفر به عراق فصل تازه‌ای را در تاریخ اینجا باز کرده است. کسرانجی بی بی سی. خب برمیگردیم به عراق، در اربیل استادیومی که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان الان اونجا مشغول برگزاری مراسم نیایش است. دیدار تاریخی پاپ فرانسیس از عراق، اولین دیدار یک رهبر کاتولیک جهان از این کشور، الان در اربیل داره برگزار میشه این مراسم. سومین روز دیدار پاپ فرانسیس هست از عراق. دیروز رهبر کاتولیک های جهان در دومین روز سفرش با آیت الله علی سیستانی از قدرتمندترین رهبران دینی عراق و مرجع میلیون ها مسلمان شیعه دیدار کرد. دیدار تاریخی که در اون دو طرف درباره محکومیت افراطگرایی و خشونت صحبت کردن و تاکید کردن به لزوم
برقراری صلح. عراق کشوریه که به هر حال هنوز هم داره به دلیل حملات داعش آسیب دیده و این آسیب ها همچنان ادامه داره و پاپ فرانسیس پیش از این مراسم هم از کلیسایی دیدار کرد که به دلیل حمله های داعش تخریب شده بود. نگاه بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. با پایان محکومیت 5 ساله نازنین زاغری، این شهروند ایرانی بریتانیایی امروز از حبس آزاد شد، اما پرونده اتهام جدید او هنوز باز است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری افغانستان خواستار اتفاق نظر مقام‌های افغان در روند صلح شده و هشدار داده که خروج نیروهای آمریکایی می‌تواند باعث سقوط بخش‌های بیشتری از کشور به دست طالبان شود. در ادامه برنامه هنرنمایی مرد هندی که با انتشار صحنه‌های رقص پنجابی به ستاره اینترنتی کانادا تبدیل شد. بیشتر صحبت کنیم درباره خبری که در سطح خبرها الان بهش اشاره کردیم. وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری افغانستان با هشدار درباره وضعیت این کشور بر ضرورت پیدا کردن فوری راه حل سیاسی تاکید کرده. نامه آنتونی بلینکن به اشرف غنی که نسخه ای از اون به دست بی بی سی رسیده، طرح زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای آینده سیاسی افغانستان رو تایید کرده. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ماست. علی، چی گفته تو این نامه؟ خب نکات خیلی جدی گفته شده در این نامه. وزیر خارجه آمریکا از آقای غنی خواسته که برای نهایی سازی توافق نامه صلح با گروه طالبان همکاری سازنده‌ای داشته باشه و در عین حال گفته که برای رفتن سریع و ایجاد توافقنامه رفتن سریع به طرف این توافقنامه تلاش ها در رده های بالای صورت میگیره، از جمله گفته که ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل متحد میخواد که نشستی در سطح رهبران و کشورهای منطقه از جمله ایران، روسیه، چین، هند و پاکستان برگزار کنه، از گفته که از ترکیه هم میخواهیم که نشستی با حضور نمایندگان دو طرف جنگ افغانستان، حکومت افغانستان و همچنین گروه طالبان برگزار کنه. در عین حال هشدار داده که اگر این اتفاقات صورت نگیره میتونه آن چیزی که در دهه 90 میلادی صورت گرفت و اگر رهبران سیاسی افغانستان توافق نداشته باشند، اجماع نظر نداشته باشند، امکان داره که این موضوع دوباره تکرار بشه و ایالات متحده آمریکا نمیخواد که رویدادهای دهه 90 میلادی که جنگهای داخل بخش از آن بود دوباره تکرار بشه. واکنش دولت افغانستان چی بوده؟ خب تا اینجای کار سخنگوی ریاست جمهوری این نامه را تایید کرده، اما به نظر میرسه که واکنش حکومت افغانستان، مشخصا واکنش آقای غنی، قبل از اینکه امروز نامه درس کنه دیروز به نحوی بیان شد در یک وقت زمانی که آقای غنی در افتتاحیه پارلمان افغانستان حضور داشت، اصل حرف حکومت افغانستان را بیان کرد و گفت که تنها راه انتقال قدرت این است که انتخابات برگزار بشه و گفت که آماده سر این زمان برگزاری انتخابات هم بحث کنه و هر زمانی که در ادامه این صحبت ها ایجاد شد به او توافق و نظر داشته باشه. به نحوی میشه گفت که پاسخ پیشاپیش آقای غنی داده قبل از اینکه درس کنه و به نظرم میرسه که این نامه زمانی مطرح شده که سفر آقای خلیلزاد هفته گذشته به کابل صورت گرفت و طرح ایران با سیاستمداران و چهره‌های مختلف افغانستان مطرح کرده. یکی از نکات اصلی این طرح است که نقشه راه صلح افغانستان را ترسیم کرده، از جمله ایجاد دولت انتقالی صلح. ممنونم از علی حسینی با ما. بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به شرایط بد معیشتی خود امروز در دست کم 20 شهر ایران تظاهرات کردند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که تجمع آنها جلوی وزارت کار در تهران با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. گزارش از بازداشت عده‌ای از آنها حکایت دارد. در ماه‌های اخیر بازنشستگان بارها دست به اعتراض زدند. تصاویری از تجمعات امروز آنها را ببینید. دروغ میگن آمریکا، دروغ میگن آمریکا، دروغ میگن آمریکا.
برو. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. کشور ما رو رنجه، پادشاه رو رنجه. جسمنده پیروزی، درسته امروزی. بازنشستگان شهرستان شوش. ستار رحمانی فعال کارگری از اتحاد بین‌المللی فعالین کارگری از لندن با ما هستند. آقای رحمانی، اعتراض به شرایط بد معیشتی چیز جدیدی نیست از طرف کارگرها. آیا میشه گفت که امسال این اعتراض ها گسترده تر از سالهای قبل بوده؟ اعتراض ها در جنبه اینکه کارگر تعداد اعتراضات اگر از مارش به مارش بگیریم یه درصدی اضافه شده، اما وضع فلاکت یا شاخص‌های فلاکت کارگران بسیار بسیار بالاتر از سال قبل هستش. دستمزد، حداقل دستمزدها باز به شدت کمتر از اون خط فقر هست. پیشبینی‌هایی که تشکلات مستقل کارگری کردن حداقل دستمزد که مساوی با خط فرق باشه 12.5 میلیون، ولی کارگزاران جمهوری اسلامی از جمله شورای عالی کار، خانه کارگر، اینها سبد معیشت رو 6.8 میلیون تعیین کردن. همونطوری که میدونیم این نوع چانه زنی ها در ایران کاربرد نداره، برای اینکه تشکلات مستقل فعالینشون یا تو زندانن، اون تشکلاتی که وجود دارن تحت شدیدترین شرایط امنیتی قرار دارن. کاری که امسال جمهوری اسلامی بیشتر از سالهای قبل کرده اینه که دقت بکنید یک روز قبل از تجمع اعتراضی بازنشستگان در اعتراض قبلی و همینچه دیروز اتحادیه پیشکسوتان، حسن صادقی و خانه کارگر تجمعی را تشکیل دادم با 4 هدف. من به نظرم اینا دارن دنبال میکنن. یک اینکه تجمع بازنشستگان مستقل را تضعیفش بکنن و اینا امنیتیش بکنن که خب دیدیم این پیشبینی میشد، و همچنین جنبش بازنشستگان را از دستشون بگیرن و تحت کنترل در بیارن و اونجوری که میخوان در حقیقت این جنبش را منفعل بکنن، و چهارم اینکه خودشون یه حالت اپوزیسیون نشون بدن و در حقیقت آماده کنن مردم را برای اینکه در انتخابات آینده شاید بتونن از این فرصت هم استفاده کنن. بنابراین سرکوب و حتی تشکیل چنین تجمعاتی از طرف دولت پاک کردن صورت مسئله است. اصل مسئله که فقر، فلاکت نه تنها بازنشستگان بلکه کل طبقه کارگر ایران، معلمان هستش، این کماکان باقیه و تجمع امروز در حقیقت تنها بازنشستگان نبودن، حدود 9 تشکل مستقل کارگری از جمله سندیکای شرکت واحد، 7 تپه و 3 تشکل اتحادی بازنشستگان و کمیته ها این تجمع رو فراخوان دادن. چقدر ممکنه که بتونن برسن به این اهدافشون؟ امروز چند نفر دستگیر شدن و این چیزی که سابقه داشته، قبلا هم هر دفعه که اعتراضایی بوده به هر حال فعالان کارگری دستگیر شدن. ببین، در ایران هیچ قانونی وجود نداره که بشه به اون قانون کاری یا وجود دارم عمل نمیشه، کاغذ پاره ای بیش نیست. و از طرف دیگه خب تشکلات مستقل کارگری که وجود داشته باشن، به رسمیت شناخته شده باشن، حق احتساب و اعتراض رو به رسمیت شناخته شده باشن که چانه زنی رو با رژیم آغاز بکنن وجود نداره. و تنها 3 تشکلی که
دولتی هستن اینا به قول خودشون سه جانبه گرایی گذاشتن که چانه زنی بکنن، که میبینیم اون سه جانبه گرایی یک جانبه گرایی است، یعنی همه دولتی است. بنابراین میماند اعتراضات کارگری در سطح خیابون که چقدر این اعتراضات بتونه توازن قوا رو به نفع خودش بکنه و دولت رو انقدر تحت فشار بتونه قرار بده که دولت عقب نشینی بکنه. و در غیر این صورت هر چقدر هم سرکوب کردن، دیدیم اعتراضات نخوابیده، برای اینکه با سرکوب زندانی کردن و تهدید نمیشه مسئله فقر از بین برد. بنابراین مبارزه ادامه خواهد داشت. ممنونم ازتون ستار رحمانی با ما. یک مرد سیک هندی که در مناطق سرسیل شمال کانادا زندگی می کند، بعد از انتشار صحنه های رقص پنجابی بانگرا یک باره به ستاره اینترنت کانادا تبدیل شده. گوردی پاندر که مربی رقص بانگراست در سرمای منفی 20 درجه سانتیگراد هم می رقصه و کلاسه آموزشیش به شیوه مجازی کماکان دایره. شبنم محمود گزارش می درسته که زمستان کانادا می تواند سرد باشد و هوا ممکن است تا منفی 40 درجه برسد، ولی این نتوانسته جلوی رقصیدن گوردی پاندر در برف را بگیرد. تصمیم گرفتم یک کار مثبت و لذت بخش انجام بدم که شادی رو مهمون قلبا کنه. رقص بانگرا رقص کشاورزان منطقه پنجاب است که هنگام برداشت محصول انجام می دهند. پاندر 25 سال پیش پنجاب را ترک کرد و از آن زمان به آموزش رقص بانگرا در کانادا مشغول است. بانگرا یه تمرین پرتحرک و شگفتی آوره. بهت خوش میگذره و سالم و قبراق میمونی. مردم رو هم در مورد سلامتشون آگاه میکنه. رقص بانگرا آنقدر پرطرفدار شده که حتی ارتش کانادا هم آن را انجام میدهد. همکاری ما با نیروهای مسلح کانادا شروع کردم و با هم بانگرا می رقصیم تا پیام همبستگی و تنوع نژادی و شادی رو به همه بدیم. وقتی با هم می رقصیم همه یکی می شیم. ولی اگر فکر می کنید چرخاندن لامپ سقف بهترین روش برای یاد گرفتن رقص بانگراست، در اشتباهید. بانگرا رقص قابل احترامی و ریشه فرهنگی بسیار عمیقی داره. اجداد ما انجامش میدادن. من به هر کسی که فکر میکنه بانگرا چرخوندن لامپ سقفه میگم نه، بانگرا از این بیشتره. شبنم محمود، بی بی سی نیوز. ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.